همینی از شطور سوارا صحبت کردیم. این اصولا در ایران هم از کسانی که اینچنین در مسائل سیاسی ناگهان دخالت داده می شدن صحبت شده، مثل لوتیا و زنبهادورا و پهلوان های شهرها. بله بله، تاریخ ایران پر از این نمونه ها است. اصلا در تاریخ ما از زمان نخستین شورش جدی در مقابل اعراب که یعقوب لیث و عیاران در واقع ایجاد کردن، اصلا عیاری یک پدیده، البته واژه عربی عیاری که برگردان درست جوانمردی نیست ولی وارد زبان فارسی شده، این جوانمردان در تاریخ ایران قبل از اسلام هم وجود داشتن و یک جریان اجتماعی محسوب می شدن. البته این عیاران و جوانمردان همون لوتی ها و لات هایی که این واژه‌ام به نظر می آید از همون آمده باشد نیستن، ولی به تدریج تحول پیدا کرده. پهلوانی آدم هایی که در شهرها اهل بزن بهادری بودن، قدرت داشتن، در درازای تاریخ ایران نقش بسیار مهم می داشتن. حتی یکی از بزرگترین جنبش های گسترده توده‌ای شیعی در خراسان، جنبش معروف به سربداران، در آغاز کار اصلا از این راه شروع شد. یعنی رهبر این جنبش در آغاز کار کسی بود به نام پهلوان عبدالرزاق باشتینی، کشتیگیر بود، یعنی از یه خانواده زمیندار بیرون آمده بود، ولی شهرتش در این بود که رفته بود در دربار آخرین پادشاه اون دوره مغول، ایلخانیان، اونجا شهرت پیدا کرده بود و اونجا در واقع به یه جایی، به یه مقامی رسیده بود و از اونجا در واقع آمد و حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، در نزدیک سبزوار تبدیل شد، پرتاب شد به عنوان یک رهبر یک جنبش اجتماعی و اصلا در جنبش سربداران خیلی پهلوان های دیگری هم نقش داشتن، مثل پهلوان حیدر قصاب و خیلی های دیگر. و اصولا این نوع موقعیت ها در زندگی شهری و روستایی ایران جزء سنت های تاریخی جامعه ماست و به تدریج این نوع رفتارها با کارهای تا حدودی شاید بتوان گفت اون چی که امروز میگوییم اوباش یا دسته های باجگیر شهری پیوند پیدا میکنه، چون اینها یه موقعیتی پیدا میکنند در درازای تاریخ و قدرت پیدا میکنند، تبدیل میشوند به یک نیروی اجتماعی. در دوره صفوی اوج رشد این نیروهاست. اصلا این واژه حیدری نعمتی که به فرهنگ ما وارد شده و خیلی ها اصلا آشنا نیستند با این عبارت، برمیگردد به دعوای دو گروه در آغاز کار اصلا بیرون از آذربایجان، یعنی رهبر حیدری ها از، یعنی طرفداران کسی بودند از تربت حیدریه، اصلا تربت حیدریه به این دلیل تربت حیدریه نام گرفته، و طرفداران شاه نعمت الله ولی، و اینها دعوای حیدری نعمتی بین دسته های صوفی و دسته های اوباش، دسته های لوتی در شهرهای مختلف ایران بالا میگیره و ارتباطی هم با مذهب نداشته، اگرچه خب طرفداران حیدری بیشتر شیعی متعصب بودن، نعمتی ها گاه طرف صوفیان اهل سنت بودن، ولی این دعواها بیشتر بین کسانی که میخواستند شهرها رو در حوزه باجگیری حتی کنترل بکنند به این ترتیب متحول میشود و حتی دسته های تولایی تبرایی هم در دوره صفوی اوباش پیرامونش بودند. مگر میتوان غیر اوباش و لوتی و لات و صوفیان از این دست بیابانی به خود شما دسته آدمخوار زندخار درست کنند؟ و اینها در دوران صفوی رشد پیدا می کنند و وقتی ما به دوران قاجار می رسیم، اون صورتهای مذهبی جنبشی قدیم هم از میان اینها کاملا کنار می رود و اینها تبدیل می شوند، خیلی از این جریانها، به دسته های بزن بهادر، قرق کننده،
اوباش آیت الله ها میشن؟ یه دوره خیلی بعدش، بله، در هم طرفدار آیت الله ها و آخوندها بودن، هم با حاکمان پیوند پیدا می کردن، ولی در دوره قاجار به تدریج نیروی تبدیل می شوند اینها، که به درستی فرمودید که به دلیل باورهای بسیار ظاهری مذهبیشون که شهر رو در واقع با ظواهر مذهبی کنترل می کردند، همین جاهل ها و بزن بهادر ها و لات ها و حالا بگیم لوتی ها، اینها به سپاه و چماغداران روحانیون، پیشوایان دینی در شهرهای دوران قاجار در برابر داروغه های قاجار، داروغه های حاکمان قاجار تبدیل می شوند و بر سر اداره شهر گاه با دولت مرکزی و علیه حاکم محلی فرستاده شده از سوی دولت مرکزی دشمنی داشتند، گاه با حاکم محلی متحد می شدند در برابر دولت مرکزی. ما نمونه های خیلی زیادی از این رو در تاریخ معاصر ایران، حالا معاصر به معنای 200-250 ساله گذشته ایران داریم، که یکی از نمونه های خیلی برجستش برمی گردد به ماجرای پس از فتوای جنگ ایران و روس و شکست نیروهای ایران که روحانیون در واقع فتوای اون رو داده بودند، که امیدوارم یه روزی باز با شما درباره این نقش روحانیون در پراکندگی ایران و تجزیه ایران صحبت بکنیم. بعد از اون که ایرانیان شکست می‌خورند در این جنگ و نیروهای روس وارد تبریز می‌شوند، اوباش تبریز پیرامون یکی از آخوندهای اونجا، یکی از مجتهدین برجسته اونجا به نام میرفتاح جمع می‌شوند و میروند و استقبال می‌کنند از قوای روس‌ها و مردم رو هم برمی‌انگیزند و حتی طرفدار تجزیه ایران بودن، یعنی از پاسکوویچ تقاضا می‌کنند که آذربایجان جدا بشود و روسیه بپیوندد. او جواب می‌دهد که صلاح نیست و این اوباش در این کار درگیر بودند. چند سالی بعد از اون همین اوباش تبریز ماجرای اون گابی رو که امیر کبیر باش درگیر شد رو راه انداختند. میدونید که گابی در شهر تبریز یک سال پس از آغاز زمامداری امیر کبیر به عنوان صدر اعظم ناصرالدین شاه، موقعی که قصاب اون رو میبرده که سرش رو ببره، اون تناب، اون ریسمانی که دستش بوده، اون رو رها میکنه، فرار میکنه، میره در میدان صاحب زمان تبریز به یه بقعه، یه جایی که به هر حال محل بس میشینه، پناه میبره. بله بس میشینه، حالا پناه برده بوده، گاو بوده، نمیفهمیده بستش اینی چیه. البته خب اونها هم شاید شعور دینی داشتن. وقتی قصاب میره که این گاو رو از اونجا رها بکنه، در این کشاکش قصاب سکته میکنه، و این که خدمتتون میگم تاریخ گواهی بر این داده، داستان نیست، قصاب سکته میکنه و در جا میمیره و بلافاصله آقایون علما میآیند و مجتهد تبریز و خیلی های دیگه به کمک همین لوتی ها و دسته های اوباش اعلام میکنن که معجزه شده، امام زمان جان این گاو رو نجات داده، گاو مقدسه، یک لباسی هم بر این گاو میپوشونن و مردم میان و میگویند که تاریخ نویسان نوشتن که موی بر تن این گاو پس از دو روز باقی نمون، چون موی او رو میبردن، تا پالب و مو و همه چیز این گاو رو برای شفا میبردند و جنجالی به وجود میاد که سرانجام با دخالت امیر کبیر و فرستادن یک نیروی نظامی و تبعید چند نفر از روحانیون اونجا به پایان میرسه. اوباش در این کار بسیار نقش داشتند. یه نمونه دیگری از همین نقش اوباش در کشتن گاریوایدوف هستش، که گروه گسترده‌ای از اوباش تهران در همون دوران، در همون دورانی که برای مذاکره آمده بوده گاریوایدوف به ایران، شاعر معروف اصلاح طلب رادیکال روس که وزیر مختار روسیه در ایران شده بوده، میریزن در اونجا به سردمداری یکی از مجتهدین تهران، آدمی که به نام میرزا مسیح مجتهد معروف هست، میریزن و او و 39 نفر از همراهانشو میکشند و ماجرای بسیار بزرگی به وجود میاد. همین اینها درش اوباش
درگیر بودن و اصولا همونجور که یحیی دولت آبادی نوشته میگوید که هیچ روحانی نبود که یک گروهی از اوباش رو پیرامون خودش نداشته باشه و اینها دسته های بزن بهادر داشتن، دسته های باجگیر داشتن که البته معروفترین اینها در میان کسانی که دسته اوباش و باجگیر در دوره های قدیم داشتند سید محمد باقر شفتی است که در حدود سال آیت الله بوده؟ بله، بیشتر از آیت الله، که بزرگترین فقیهان و مجتهدین زمان خودش بوده در اصفهان و کسی است که قصص العلماء دربارش نوشته که از زمان ائمه اطهار تا آن عهد هیچ یک از علمای امامیه آن اندازه ثروت و مکنت به دست نیاورده بود. او یه آدمی بوده که از یه زندگی مختصری شروع میکنه، درس دینی میخونه، خیلی جایگاه دینی بالایی داشته، معتقد بوده به اینکه فقیه باید شخصا حدود شرعی رو اجرا بکنه و به دست خودش بین 100 تا 130 نفر رو سر بریده و بعد جنازه اونها هم نماز میگذارده و گریه میکرده بر کسانی که به هر حال اون کشته بوده. اول میکشته بعد گریه میکرده؟ بله دیگه، گریه میکرده که خدا اینها رو شفا بده. بعد ایشان از یک زندگی بسیار محقری شروع میکنه. عجب تاریخی داریم. بله، از لاه شرعی در اصفهان به جایی میرسی که 2000 دکان و 400 کاروانسرا داشته و چندین هزار هکتار زمین داشته. سالیانه در سال آخر زندگیش 300 هزار تومان درآمد نقدی داشته و چندین هزار خروار برنج از روستاهای اطراف اصفهان میستانده، یعنی باج میگرفته از روستاییان. آدمی بوده که میتوانسته مال مردم رو بر اونها حرام بکنه و در نتیجه بسیاری از معاملاتی رو که به او رجوع میکردند در نهایت ملک رو به نام خودش میکرده. 30,000 لوتی و طلبه از او دستمزد میگرفتند در اصفهان و حومه و مجموعه استان اصفهان امروز. و این 30,000 کسانی که به خصوص لوتی هایی که از او حقوق میگرفتند، همین اوباشی که خدمتتون عرض کردم، میرفتن جنازه ها رو بعد از مرگ یک نفر اگه ثروتمندی بوده نگه میداشتند و جنازه رو آزاد نمی کردن تا سهم امام های پرداخت نشده، نماز های خوانده نشده و حق مثلا حج و روزه های گرفته نشده رو به نماینده امام زمان یعنی شفتی پرداخت کنن و از این راه ثروت بسیار بزرگی به دست می آورد. و خیلی از این آدم های این اوباشی که در دسته های این آخوندها بودن، حتی آخوندهای مقابل و رقیب رو هم از میدان به در می کردن و تاریخ گواهی های زیادی دارد از کشتن آخوندها به دست آخوند دیگر. این آدم در زمان ذل السلطان بوده؟ نه خیر، اون نجفی هست. نجف. اونی که میگویید اون آقای اون نجفی و برادرش هستن که آدم های خیلی معروفی هستن. اونها هم بسیار بسیار توانا بودن. آقا نجفی حد شرعی می زده. اون هم یک دسته گسترده لوتی و لات‌ها رو پیرامون خودش داشته، ولی هیچ کدوم از اینها به مقام سید محمد باقر شفتی نمی‌رسه. شفتی در زمان کدام پادشاه بوده؟ شفتی برمیگرده به دوران محمد شاه قاجار. پایان فتح چطور محمد شاه قاجار اینو تحمل می‌کرده؟ محمد شاه قاجار رو کافر می‌دونسته. می‌دونید که محمد شاه قاجار تنها پادشاه غیر مسلمان ماست، یعنی کسی است که اصلا دینی نداشته، یعنی صوفی بوده. بله صوفی بوده. صوفی بوده و خیلی ها دربارش میگن اصلا با پایبندی های استوار دینی نداشته و خیلی از روحانیون فتوا داده بودن که او کافر است و حتی انگلیسی ها از این بی ایمانی رو استفاده میکنن در جریان، حتما در یه برنامه دیگری باید با شما صحبت کنم، در جریان هرات برای که او میرفته هرات رو بگیره برگردونه به ایران، همین شفتی فتوا میدهد که این جنگ ما مسلمانان نیست و پادشاه مملکت همین هایی که جنگ قبلا فتوا برای جنگ ایران روس داده بودن، این جنگ از اون جنگ هایی نیست که ما علما طرفدارش هستیم. و عملا پول گرفته بوده، یه پول کلانی از
بریتانیا میگیره، خیلی اهل پول بوده و فتوا میدهد و خیلی های دیگر هم در این فتوا شرکت داشتن که عملا به کمک این فتوا هست.